سلام علیکم، پیمان کشاورز صد، مدرس درس عربی، مدرسه مجازی روشنگر، عربی دهم و درس دوم، بخش آخرش. بخش آخر هر کدوم از این درسایی که ما داریم میخونیم، حل تمارین به طور کامل و بیشتر از اون چیزی که ازمون خواسته هستش. میریم سراغ تمارین بدون وقت تلف کردن. از تمرین الاول و داره میگه اکتب العملیات الحسابیت تالیه کالمثال. میگه اون در واقع مسئله های ریاضی، عملیات ریاضی، عملیات حسابی، یعنی به عددی نوشتن رو مثال انجام بده. در واقع چهار عمل اصلی داره به ما میگه از همون عددها استفاده کنیم و ما بعد اونها رو چیکار کنیم، به کار ببریم. مثالش نه، اول از همه اومده راجبه این خود این کلمات صحبت کرده، این چهار عمل اصلی صحبت کرده. آقا زائد یعنی چی؟ یعنی زیاد کردن دیگه، میشه به علاوه. ناقص این چی؟ یعنی نقص کردن، نقص دادن، نقصان کردن، یعنی کم کردن، میشه ناقص، میشه منها. تقسیمون الان که اصلا کاملا مشخصه دیگه، الان میشه بر، پس تقسیمون الان میشه تقسیم بر. و فی که راجبشون درس یکم بهت گفتم، یا ضربون فی میشه ضرب در، یا همون وقتی بعضی وقتا ما از اون در به معنی ضرب در استفاده میکنیم، میگه مطابق 3 در 4، 3 در 4 یعنی 3 ضرب در 4، 3 متر ضرب در 4 متر، مثلا این مساحت اتاق 3 در 4 مثلا داریم. اینا هر کدوم چی میشن؟ به این شکل استفاده هم میشن، زائد به علاوه، ناقص منها، تقسیمون علا، تقسیم بر، و فی یا ضربون فی میشه ضرب در. مثالی که براتون زده که البته اینجا آورده، ما عددها رو باید بدونیم، چهار عمل اصلی رو باید بدونیم، حتما بعدش یساوی رو داریم، و نهایتا این که اون عمل در واقع به شکل عددیش هم میتونیم اون رابطه ریاضی رو هم میتونیم بنویسیم. عشرتون میشه 10، فی میشه ضرب در، ثلاثت میشه 3، یساوی میشه مساوی، ثلاثین هم میشه 30، پس میشه 10 ضرب در 3، 10 ضرب در 3 مساوی 30، که این شکل هم اینجا برامون کشیده بود. بریم بعدی رو نگاه میکنیم. تس اون ناقص و عشرته یساوی 80، تس اون میشه 90. ناقص رو نگاه کن، گفتی منهاست دیگه، کم میکنه، منها. عشرت میشه 10، یساوی میشه مساوی، 80 هم میشه 80، پس میشه 90 منهای 10 مساوی 80، 90 منهای 10 مساوی 80. بعدی رو نگاه میکنیم. مئت همونطور که دیدیم میشه 100، تقسیمون علا که مشخصه دیگه، میشه تقسیم بر، شکلش اینجوره، شکل ریاضیش. خمستن میشه 5، یساوی که میشه مساوی، 20 میشه 20. 100 تقسیم بر 5 مساوی 20، 100 تقسیم بر 5 مساوی 20، و اینم که شکل عددیش هست. بریم سراغ شماره 4. 6 فی 11 یساوی 63. خیلی از اینا خدمت عرض شود که ممکنه مثلا تو امتحان بیاد، مثلا جای خالی بذاره براتون تو هر کدوم از اینا، مثلا اینا رو جای خالی بذاره، بگه مثلا چی ضرب در 11 مساوی 66 مثلا میشه، یا مثلا 11 رو جای خالی بذاره، یا 66 رو جای خالی بذاره که بخواد استفاده بشه، شکل سخت ترشه. 6 میشه 6، فی گفتیم یا ضربون فی میشه ضرب در، 11 میشه 11، یساوی هم که میشه مساوی. 6 میشه 6، 60 میشه 60. ما تو عددهای معطوف، اصطلاح میشونیم معطوف یعنی واو عطف داره، توی عربی و فارسی عکسش عمل میکنیم، یعنی تو فارسی میگیم 66، 60 و 6، توی عربی داریم میگیم 6 و 60 مثلا. 6 و 60 میشه 66، 6 ضرب در 11 مساوی 66، 6 ضرب در 11 مساوی 66، و این هم که شکل عددیش هست. بریم 5 رو نگاه کنیم. 75، ببین لغت به لغت نگاه کن، 5 و 70، 5 و 70 میشه چی؟ میشه 75. گفتیم تو عربی و فارسی برعکسه، زائد زیاد میکنه یعنی چی؟ یعنی به علاوه. 25، 5 و 20 یعنی چی؟ یعنی 25. پس 75 برای 25، یساوی میشه مساوی، معتون هم میشه چی؟ میشه 100. 75 برای 25 مساوی 100، 75 برای 25 مساوی 100، این هم که شکل عددیش است. و شماره 6 آخریش، 82، 2 و 80 میشه 82. تقسیمون علا که همین شکلش تقسیم بر،
اثنین میشه دو، یساوی میشه مساوی، واحدن و اربعین واحدن یک، اربعین چهل میشه چهل و یک، 82 تقسیم بر دو مساوی 41 و این هم شکل عددیشه. خب رسیم تمرین ثانی. تمرین دوم میگه اکتوف الفراغ عددن ترتیبیان مناسبن. میگه در جای خالی عدد ترتیب مناسب رو قرار بده. ببینید یعنی چی؟ یعنی که وقتی جمله من میگه الیومل جای خالی من ایام الاسبوع یوم الاحد، میگه روز چندم از روزهای هفته روز یک شنبه است. شنبه یک شنبه پس میشه روز دوم. روز دوم پس من بعد اینجا چی قرار بدم؟ از ثانی بر قرار بدم. چرا از ثانیت نمیتونم قرار بدم؟ برای اینکه الیوم من چی هستش؟ مذکره. میشه الیوم ثانی من ایام الاسبوع یوم الاحد، یعنی روز دوم الیوم ثانی از روزهای هفته من ایام الاسبوع یوم الاحد، روز یک شنبه است. احد میشه چی؟ یک شنبه. بریم دومی، الیوم جای خالی مثل اون بالاییه من ایام الاسبوع یوم الخمیس. حالا میگه روز چندم از روزهای هفته پنج شنبه است. پنج شنبه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه. پس میشه روز ششم. ششم میشه چی؟ از سادس. چون یوم من مذکره، مؤنث بود میشه چی؟ از سادست. پس میشه الیوم السادس من ایام الاسبوع یوم الخمیس، روز ششم از روزهای هفته روز پنج شنبه است. بریم سراغ شماره سه، الفصل جای خالی. گفته عدد ترتیبی باید قرار بدیم که من سنت الایرانیه فصل شتاء. شتاء میشه زمستان. میگه فصل چندم از سال ایرانی فصل زمستان هست. چون میگه سال ایرانی، برای اینکه خب مثلا ژانویه و در سال میلادی حساب بکنیم که زمستون فصل اولشه دیگه، با زمستون شروع میشه. ولی در فصل ایرانی از بهار شروع میشه، بهار، تابستان، پاییز، زمستان. پس فصل چی؟ چهارم. چهارم میشه الرابع، چون فصلمون هم چیه؟ مذکره. الرابع استفاده نمی کنیم. الفصل الرابع فصلت ایرانیه فصل شتاء. میگه فصل چهارم در سال ایرانی فصل زمستان است. سوال چهارش رو نگاه میکنیم، مثل همونه، الفصل جای خالی فصلت ایرانیه فصل خریف. خریف یعنی پاییز. میگه فصل چندم در سال ایرانی پاییز است. خب بهار، تابستان، پاییز، پس میشه فصل سوم. فصل سوم میشه چی؟ از سالس، اگر فصل مذکر باشه که هست، و اینه از سالست بعد استفاده کنیم. افصل سالس فصلت ایرانیه فصل خریف، میشه فصل سوم در سال ایرانی فصل پاییز هست. و شماره پنج که آخرین سوال این تمرینمون هستش، میشه یه اخوز الفائز الاول جائزتان زهبیتان والفائز جای خالی جائزتان فضیتان. خب من یه جائزتان زهبیه دارم، یعنی جایزه طلایی، مدال طلا مار برنده اوله. یه جایزت و فضیه دارم، جایزه نقره‌ای، مدال نقره، که مال برنده دومه. پس میشه الفائز ثانی، میشه یه اخذ الفائز اول جایزتان زهبیتان و الفائز ثانی جایزتان فضیتان. میگه برنده اول جایزه طلایی یا مدال طلا و برنده دوم جایزه نقره‌ای یا مدال نقره میگیرد. بریم سراغ تمرین سالس، اکتوف الفراغات اعداد مناسبتن. میگه در جای خالی، در جای خالی چکار کن؟ عددهای مناسب رو بنویس. من واحد الی ثلاثین. خب عددهای اصلی رو برای من از یک شروع کرده رسونده تا سی و من جای خالی رو میخوام پر کنم. اونایی که هستش، واحد میشه یک، دو میشه چی؟ اثنان یا اثنین، حالا اینجا اثنان رو بده، میتونه اثنین رو بیاریم. ثلاثت سه، اربعت چهار، میخوام اینجا چه قرار بدیم؟ پنج، میشه خمست. آقا چرا ما اینجا مثلا مؤنث رو استفاده میکنیم؟ برای اینکه ما فرض رو بر این میگیریم که ما معدودمون مذکره، چون معدود که اینجا نداریم که، درسته؟ سه تا دهمون باید عدد مؤنث بیاد، یک و دومون باید تبعیت بکنه، یا چه میدونم از بقیهش هم که رد میشیم، یازده و دوازده باید تبعیت کنه، سیزده تا نوزده باید اون عشره مذکر باشه، اون یکی باید مؤنث باشه. یعنی همه اینا رو ما داریم فرض میگیریم با عدد، با معدود مذکر داریم استفاده میکنیم. خب این خمسه. شش
میشه ستت، هفت سبعت، هشت میشه ثمانیه، تسعه میشه نو، عشرته میشه چی؟ ده. احد عشره میشه یازده، پس به طب اثنا عشره یا اثنی عشره میشه دوازده. ثلاثت عشره سیزده، اربعت عشره چهارده، پس پانزده میشه خمست عشره. ستت عشره میشه شانزده، سبعت عشره هفده، ثمانیت عشره هجده، تسعت عشره میشه نوزده. عشرون و عشرین میشن بیست. چه عشرون استفاده کنیم چه عشرین استفاده کنیم. اگه ال عشرون میگفتم یا ال عشرین میگفتم میشد بیستم، یعنی عدد میشد عدد ترتیبی. تفاوتش در ال داشتن و ال نداشتنه. خب بریم سراغ بعدی. ببین از 21 داره شروع میشه، اصلا 21 تا 30 رو داره میاد ادامه اون داستان. اینا عددهای معطوف بهشون میگیم، یعنی عددی که و دارن انگار واو عطف دارن، عدد معطوفه. مثلا 1 و 20 میشه 21 دیگه. هر کدوم ویژگی خودشو داره، یعنی مثلا از نظر مذکر مؤنث چون مثلا این فرض میگیریم با یه مذکر داره استفاده میشه، واحد و اسنان رو میاریم که چی هستش؟ مذکره. بعدیش مثلا 21 22، حالا میخوام بگیم 23، پس میشه چی؟ میشه ثلاثتون و عشرون، چون ثلاثه در واقع چی هستش؟ مؤنثه، برای مذکر استفاده میشه. اربعتون و عشرون میشه 24، 25 به همین ترتیب میشه چی؟ خمستون و عشرون. ستتون و عشرون میشه 26، 27 میشه سبعتون و عشرون. ثمانیتون و عشرون میشه 28، 29 میشه تسعتون و عشرون، و ثلاثون هم که عدد 30 هستش. تو بخش بعدی گفته از 20 تا 90 اینا همون عددهای عقود هستن، که عددهای عقود رو داره بهم یاد میده که اینا یا با واو و نون داره میاد یا با یه و نون داره میاد. راجع به اون داستان عدد ترتیبی هم بهتون گفتم که عدد ترتیبی اصلیش تو عددهای عقود مثل هم دیگه است. خب حالا اگر با ال بیاد میشه مثلا 20، 30، 40، بدون ال بیاد میشه 20، 30، 40. 20 میشه 20، به تبع 30 میشه 30، 40 40، 50 50، 60 میشه 60 یا 60 میشه 60، 70 میشه 70، 80 میشه 80 و 90 هم میشه 90. همه اینا میتونن با یه اونون هم بیان، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 و 90. تفاوت در کجاست؟ تفاوت در اینجاست که مثلا من در کدوم جمله دارم اینا رو استفاده میکنم و چه نقشی ازشون دارم میگیرم. بریم سراغ تمرین رابع. کتاب رو هم ورق بزنیم که شما شکل کتاب رو هم ببینید. تمرین رابع میگه ضعف الفراغ عددا مناسبا من الاعداد تالیه ثم ترجمه جمل کلمتان زائدتان. میگه در جای خالی عدد مناسب از اعداد زیر رو قرار بده، سپس جملات رو چیکار کن؟ ترجمه کن. بریم ببینیم چی هستش. چند تا عدد به ما داده. عشر رو میشه ده، مئت میشه صد، خمس میشه پنج، عشرین میشه بیست، خمسین میشه پنجا، و ثلاثت هم میشه سه. ببینیم با توجه به این جملاتی که داریم باید کدوم یکی رو استفاده کنیم. اصلا من جمله احتیاجی هم هست بخونم؟ نه. اینجا زیر الفستانتن الا جای خالی آمن خط کشیده. ساعت یادته مثلا وقتی میگفتم الا روب هم میشد یه روب به؟ اینجا وقتی میگه الفا سنتین یعنی هزار سال به جز انقدر سال، بعد زیرش هم خط کشیده میشه 950 سال، پس یعنی به جز چند سال؟ به جز 50 سال. پس اینجا من باید چی استفاده کنم؟ باید 50 رو استفاده کنم. پس میگه و لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فیهم الفا سنتین الا 50 آمن. الفا سنتین الى 50 آمن میشه 950 سال، در این حال که شما میتونید 950 سال هم بگین، یعنی مثلا تسعت همراه با مئت استفاده کنیم، مئات و مثلا 50 سال. ولی اینجا خب اینو ترجیح داده که در آیه قرآن به این شکل استفاده بکنه. بریم سراغ معنیش. همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم. نوح نوحن به سوی قومش الا قومه فرستادیم. قد ارسلنا، حالا اون لی که اونجا آمده تأکیدیه، اون همانا قطعا حتما واسه اون ل اومده و لقد ارسلنا، این ل جنبه تأکیدی داره، این همانا رو میتونه ترجمه کنه. همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس ف در میان آنها فیهم هزار سال به جز 50 سال، الف سنت الا 50 آمن که راجبش حرف زدیم یعنی 950 سال، اقامت کرد.
لبسه، همانا نور را به سوی قومش فرستادیم، پس در میان آنها 1000 سال به جز 50 سال اقامت کرد. این 50 نمیتونیم اینجا چکار کنیم؟ خط بزنیم. بریم سراغ شماره 2. من جا عدل حسنه فلهو جای خالی امثاله ها. میگه هر کس کاری نیک انجام بده چقدر مثلشو میبینه؟ 10 تا 100 تا 5 تا 20 تا 3 تا، 10 برابرش رو میبینه. عشر امثاله ها. میگه هر کس، پس این عشرا میتونیم خط بزنیم، هر کس من خوبی بالحسنه بیاورد جاعه. جاعه ببین میشه آمدا، خب یعنی بعد میگه بیاید، ولی وقتی با به داره میاد میشه جاعه، میشه بیاورد. جاعه میشه آورد، جاعه میشه آمد. هر کس خوبی بیاورد یعنی خوبی کند، پس ف 10 برابر عشر امثاله ها دارد، لهو برایش هست، دارد یعنی 10 برابر چی داره؟ پاداش داره. هر کس به دیگران خوبی کنه 10 برابر پاداش دارد. بریم سراغ شماره 3. از صبر و جای خالی. اینجا نگاه کن چقدر جالبه. از صبر و اندل مصیبه، این یکی میگه صبر چند دست است، یکیش اینه، این یکی. از صبر و علب طاقه، این دوتا. از صبر و علل معصیه، اینم 3 تا. پس صبر چند دست است؟ 3 تا رو نام برده، 3 دست است. ثلاثه تو، این ثلاثه تو رو همینجا خط میزنیم. از صبر و ثلاثه تو، صبر عند المصیبه و صبر على الطاعه و صبر عن المعصیه. میگه صبر 3 دست است. از صبر و ثلاثه تو، صبر بر مصیبت یا هنگام مصیبت و صبر بر اطاعت. از صبر على الطاعه یعنی صبر به هنگام اطاعت کردن خدا و صبر بر گناه، صبر عن المعصیه. شماره 4. علامات المؤمن جای خالی. میگه نشان مؤمن اینقدر دست است. کدومه؟ یکی اینه الورع فی الخلوه، یکی اینه الصدقه فی القله، یکی اینه الصبر عند المصیبه، یکی اینه الحلم عند الغضب و یکی اینه الصدق عند الخوف. 1 2 3 4 5، پس میشه چی؟ 5 علامات المؤمن. پس چیه؟ 5 تا. اینجا بعد 5 رو استفاده میکردیم، ظاهرا رفقای ما یادشون رفته، اینجا بعد 5 رو استفاده کنیم. علامات المؤمن 5. میگه آقا چرا 500 اینجا نباید باشه، 5 بعد باشه؟ چون یاد باشه گفتم عدد 3 تا 10 برعکس داره میاد، چون علامات مؤنث هستش بعد مذکر بیاد، اگر مذکر بود مؤنث می اومد. علامات المؤمن 5، نشان مؤمن 5 چیز است. الورع فی الخلوه، ترس از خدا در خلوت، ورع میشه ترس. اول صدقه فی القله، صدقه دادن در تنگ دستی، قلت یعنی وقتی که پول کم داری. صبر هنگام مصیبت، از صبر عند المصیبت که اون بالا هم داشتیم. بردباری همون صبره هنگام خشم، الحلم عند الغضب، غضب میشه خشم. و راستگویی هنگام ترس، از صدق عند الخوف. اما رسیم سراغ تمرین خامس. اینجا میگه ترجمه کنید، ترجمه العبارات تالیه. مسلما اگر که عددی در اینجا داشته باشیم راجع به عددش هم بررسی خواهیم کرد. تمام جملات این تمرین با هل تعلم و انه شروع شده. هل تعلم انه، آیا میدانی که، واسه همین جمله سوالیه. هل تعلم انه الکلب یقدر على سماع صوت ساعه من مسافت 40 قدمن. آیا میدانی که رو میذاریم کنار. آیا میدانی که سگ الکلب میتواند یقدر صدای ساعت را، صوت ساعه از فاصله 40 قدمی من مسافت 40 قدمن بشنود. علی السماع، یقدر علی السماع، لغت به لغت چی میشه؟ میتواند بر شنیدن، یعنی چی میتواند بر شنیدن؟ یعنی میتواند بشنود. در واقع سماع الان چیه؟ مصدره، فعل که نیستش که، ولی چون کنار یقدر رو داریم یاد من میشه که فعلا دارم ترجمه میکنم. میتواند بشنود، میتواند شنیدن، یعنی میتواند بشنود. خب اینجا ما یه 40 داریم که عدد خدمت عرض شود که عقود بین
20 تا 90 گفتیم به اینا میگیم عقود 20 30 40 50 60 70 80 90 و بعدش هم یه اسمی داره میاد که به عنوان معدود که مفرد و منصوب هست قدمن. حالا چرا این اومدی؟ به خاطر نقشش که اینجا مضاف الیه بوده، اگر مجرور باشه یا منصوب باشه با این نبیاد، اگر مرفوع باشه با اون نبیاد، همونطور که شما قبلا توی چی یاد گرفتین، توی در واقع جمع های مذکر یاد گرفتین که چه موقع اون نمیاد چه موقع این نمیاد. بریم دومی رو نگاه کنیم، بازم هل تعلم ان نداره. هل تعلم ان نملت تقدر علی حمل شیء یفوق وزنها 50 مره؟ پس آیا میدانی که هست؟ آیا میدانی که مورچه ان نمله میتواند تقدر علی جسمی را شیء معادل 50 برابر وزن خود یفوق وزنها 50 مره حمل کند؟ که اینجا باز همینطوره، تقدر علی حمل، حمل باز چیه؟ مستره، یعنی حمل کردن، یعنی میتواند حمل کردن چیزی را 50 برابر وزنش، یعنی میتواند حمل کند. آیا میدانید که مورچه میتواند جسمی را معادل 50 برابر وزن خود حمل کند؟ یعنی اگه شما 80 کیلو باشین، اگر یه مورچه بودین بعد میتونستین 5 برابر 400، 4 تن بعد میتونستین بلند کنید، چون 5 برابرش میشه 400 کیلو، 50 برابرش میشه چی؟ 4 تن. یعنی میخوام بگم که کلا غیر قابل تصوره قدرتی که داره. خب اینجا عددی که ما اینجا داریم یکی 50 که باز هم عدد عقود هست، 40 50 فلان، و بعدش هم یه معدودی آوردیم که میشه چی؟ میشه مفرد و منصوب مرتن. 50 مرتن یعنی 50 بار یفوق وزنها بر وزن خودش، یعنی 50 برابر. بریم سراغ سه. اینا تو هم بعضش واقعا اطلاعات عمومی های خیلی خوبی هستا، خیلی هاشو من واقعا نمیدونستم، من تو همین کتاب عربی یاد گرفتم. بیایم سراغ سوال سه. باز با هل تعلم ان نداریم. هل تعلم ان القراب یعیش 30 سنه او اکثر؟ آیا میدانی که کلاغ القراب 30 سال 30 سنه یا بیشتر او اکثر زندگی میکند یعیشو؟ خب حالا پس میگه قایم نی کلاغ 30 سال یا بیشتر زندگی میکنه. حالا اینجا نگاه کنیم، ما اینجا یه 30 داریم که باز هم اتفاقا عدد عقود هستش، با این میاد یا با اون میاد، که نه به خاطر نقشش هست، مثلا اینجا مفعوله که اینجا با این اومده، و بعدش هم یه دونه معدود داریم که مفرد و منصوب هست، 30 سنتا. بریم سراغ شماره 4ش. باز با اون هل تعلم ان باید بگیم دیگه. هل تعلم ان 80 فی المئه من موجودات العالم حشرات؟ اصلا باورم میشه اینو؟ آیا میدانی که 80% 80 میشه 80، 100 میشه 100، پس 80% اصلا لغت به لغت همینه دیگه. خب از موجودات جهان، یا 80% موجودات جهان، من موجودات العالم حشراتون، حشرات هستن. آیا میدونی که 80% موجودات جهان حشرات هستن؟ یعنی کل موجودات جهان حشرات رو بذارین کنار میشن 20% موجودات کل جهان. خب اینجا باز تو عدد شما یه دونه عدد عقود دارین 80، یه دونه مئت دارین که به معنای 100 هست، و اینا عددهایی نیستن که اینجا تو این حالت در واقع یه معدودی داشته باشه. مثلا میگم 80 تا از چی یا 100 تا از چی؟ 80% یعنی 80 تا از 100 تا. آیا میدانی که 80% موجود جهان حشرات هستن؟ و شماره 5 که آخرین بخش همین تمرین خامس ما هستش، هل تعلم ان طول قامت زرافه 6 امتارن؟ آیا میدانی که بلندی قد زرافه، طول قامت زرافه 6 متر 6 امتار است؟ آیا میدانی که بلندی قد زرافه 6 متر است؟ 6 یه عدد اصلی بود، اگه یادتون باشه 3 تا 10 بود، بعد من میگفتم معدودش جمع و مجرور این امتارن که جمع متره شده امتار، نهایتا مجرور هم هست دیگه، ان هم گرفته، درسته؟ و ما اینو دیگه به شکل مترها که ترجمه نمی کنیم، که چون معدود عدد 3 تا 10 بعدش یه جمع بیاد، پس من در فارسی میگم چی؟ 6 متر. اینم از هر تمرین خامس. ما میریم سراغ از تمرین سادس. دقت کنید تمرین های این درس همش راجع به عدده، برای اینکه درس اصلی ما راجع به عدد بود در اینجا. میگه اکتوبر ساعت بالارقام،
حالا ساعت رو میگه با عدد بنویس، با رقم بنویس. در درس قبلی اون چیزا رو مشخص میکرد، یاد باشه عقربه ها رو مشخص میکردیم، اونجا شکل ساده شو داشتیم، مثل اینکه مثلا میگفتم و ربع و نصف و الا ربعن، تماما هم خودم بهت گفتم. خب یعنی این شکلای حالت عادیش دیگه، مثلا ساعت 5، 5 و ربع، 5 و نیمه یا یه ربع 6 مثلا. خب ولی اینجا چون عدد رو کامل یاد گرفته، ساعت به عدد رو میتونیم می‌خورده مفصل‌تر هم یاد بگیریم. بیا متن اول نگاه کنیم. الهادیت و عشره الا عشر دقائق. هادیت عشره یعنی چی؟ یعنی 11. عشر میشه چی؟ میشه 10. دقایق هم میشه دقیقه دیگه، درسته؟ چرا دقایق آوردیم؟ برای اینکه من گفتم اگر عدد 3 تا 10 داشته باشیم معدودم جمع و مجرور میاد. آقا چرا ا گرفته؟ اینو شما نمیخونید. یه سری کلماتی که بر وزن مف، بر آهنگ مفاعل و مفاعیل هستن، به جای ا میتونن ا بگیرن، درسته؟ و تنوین هم البته نمیگیرن. خب الا رو یادت کجا داشتیم؟ الا ربعن. مثلا اگر من همین 8 دقایقو بذارم کنار بگم ربعن چی میشه؟ میگه الهادیت و عشرت الا ربعن، یعنی یه ربع 11. درست شد؟ حالا الا ربعن نگفتم، 8 دقایق گفتم، یعنی 10 دقیقه به 11. 10 دقیقه به 11 رو بخوام به شکل عدد بنویسم میشه چی؟ میشه 10 دقیقه به 11 که به شکل حروف نوشتیم، به اون شکل هم بخوام بنویسم میشه 9. چون چه گفته بالارقام بنویس، میشه 9 مذارت میخواب، میشه 10 و 50. 10 دقیقه به 11 این شکل عددی شده در واقع. بعدی از سابعت و 20 دقیقه. از سابعت که عددی عدد اصلی ما، یعنی عدد ساعت شمار ما، همونطور که قبلا بهت گفتم باید چی باشه؟ باید یه عدد ترتیبی با ال باشه و مؤنث باشه. خب عدد ترتیبی با اله، مؤنث چرا باید باشه؟ برای اینکه واسه ساعت داریم میاد دیگه، ساعت مؤنثه. پس سابعتو میشه 7، این 7. 20 شد چی؟ 20، این هم میشه 20. پس در واقع میشه چی؟ از سابعتو و، گفتم و دیگه همون و دیگه، الا میشه به. از سابعتو و 20 دقیقتن، پس میشه چی؟ میشه ساعت 7 و 20 دقیقه. اگر بخوایم به عدد گفته به ارقام بنویس، بعد اینجوری میرسیم 7 و 20 دقیقه. بریم بعدی. از ثانیت و عشره تماماً، تماماً هم که بهت یاد داده بودم دیگه، درسته؟ از ثانیت عشره میشه 12. تماماً هم واسه رأس ساعت میاد، یعنی رأس ساعت 12. 12 تمام، یعنی رأس 12. که اگه اینو بخوام باز عددی بنویسیم، باید این شکلی بنویسیم، 12 2 تا 0. بریم سراغ شماره 4. از سادسه تا الا ربعن. خب اینو تو درس قبلی هم بهت یاد دادم، الا ربعن یعنی یه ربع. از سادسه میشه 6، پس از سادسه تا الا ربعن میشه یک ربع مانده به 6. اگر من بخوام عددی بنویسم میشه 5 و 45، به این شکل. و شماره 5 آخریش، الخامسه تا و نصف. و نصف گفتم میشه و نیم دیگه، درسته؟ خامسه هم که میشه 5، پس الخامسه تا و نصف میشه ساعت 5 و نیم، که اگر باز بخوام من اینو به شکل عددی بنویسم این شکل میشه، 5 و 30 میشه. این هم از تمرین سادس که آخرین تمرین درس دوممون بود. منتهای مراتب ما رفتیم سراغ یه بخش دیگه از این درسمون که تمرین در واقع تموم شده، به اسم انوار القرآن. انوار القرآن بیشتر در مورد ترجمه های فارسی میتونه استفاده بشه، ترجمه ای هست در واقع، و بیشتر در مورد، از اسمش معلومه دیگه، انوار القرآن و آیات قرآن هستش. سوال سوال چی گفته؟ گفته کمل الفراغات فی ترجمه الفارسیه، جاهای خالی رو کامل کن در ترجمه فارسی. این شکل از سوالا بچه‌ها توی امتحانات تشریح خیلی زیاد هست، یعنی مثلا توی امتحان نهایی 12، توی امتحان 11 و توی امتحان 10 که حالا یه خورده بیشتر دست معلم هستش، جزء شکلی هست که باروم سوالات حتما شاملش هست. صورت سوال رو که حالا مثلا می‌بینیم که اینجا آیه قرآن هست داده به ما به طور کامل، و در واقع جواب رو با جای خالی برای ما گذاشته. کاری که بعد بکنیم اینه که ما این فارسی ها رو پیدا کنیم تو عربی که هر کدوم چی هستش، عربی که ترجمه نشده رو پیدا کنیم، اینجا قرار بدیم. مثلا میگه آقا اول که جمله رو بخونیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقه قولی. یه در واقع آیه معروف و دعای معروف هم هستش دیگه. پروردگارا میشه ربه،
اینایی که اینجا هست و خط بزنم مشخص میشه که در واقع کدوم کلمه معنی نشده. قبل ربه بیشتر میشه میشه خدای من، حالا پروردگارا میتونیم بگیم. برایم لی، بگشای اشره، و کارم را امری، آسان گردان یسر، و گره را گره عقدتم، بگشا احلل، تا سخنم میشه قولی، بفهمن یفقهو. ببینیم چیا مونده جای خالی ما بتونیم قرار بدیم. یکی صدری داریم در جای خالی اول، یکی من لسانی داریم در جای خالی دوم، یه چیز دیگه هم در جای خالی سومه، یکی هم لی داریم در جای خالی دوم. پس میگه پروردگارا صدری سینه ام را برایم بگشای، و کارم را لی برای من یا برایم آسان گردان، و گره از لسانی، اون ازش هم اینجا اومده البته دیگه، ازم میشه من، خب از زبانم لسانی بگشا تا سخنم را بفهمم. پروردگارا سینه‌ام را برایم بگشای، و کارم را برای من آسان گردان، و گره از زبانم بگشای تا سخنم را بفهمم. بریم سراغ آیه بعدی شماره 2. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. و دوباره به همین ترتیب بریم دنبال اون واجه های عربی بگردیم که در این جای خالی باید قرار بگیره. پروردگارا ربنا، میتونم بگم پروردگار ما، در دنیا فی دنیا، به ما نادر آتنا، نیکی حسنه، و دوباره جای خالی داره که اون ورم میتونیم اینجا خط بزنیم، نیکی بده، نیکی باز دوباره حسنه، حسنه تن بده آته، و ما را نادر قنا، از عذاب عذاب نگاه دار قه. ببینید دو تا جای خالیمون چیه؟ ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخره. یکی فی الاخره هست در جای خالی اول، و یکی هم النار هست در جای خالی دوم. پس میگه پروردگار در دنیا به ما نیکی و فی الاخره، در آخرت نیز نیکی بده، و ما را از عذاب جای خالی النار یعنی آتش نگاه دار. بریم سراغ آیه سوم. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. دوباره به همین ترتیب، و که خب همین و جای خالی اینو در واقع خط میزنیم، را برپای دارید، اقیمو و زکات، همون میشه از زکات، اینم وش، بدهید آتو، و هرچه و ما از کار نیک، من خیرن، برای میشه له در لانفسکم، پیش بفرستید تقدمو، خدا الله میابید، میابید هم میشه تجدوخو. ببینیم چیا جای خالی مونده. یکی از صلات جای خالیه اینجا، یکی هم انده هستش. بیاییم پس با همدیگه به ترتیب، از صلات برای جای خالی اول، انده برای جای خالی دوم. و از صلات یعنی نماز را برپای دارید، و زکات بدهید، و هرچرا از کار نیک برای، آه یه دون جای خالی دیگه هم داریم ببخشید، انفسکم هم هست، انفسکم، برای انفسکم خودتان به پیش بفرستید، چی؟ انده، نزد خدا، آن را نزد خدا میابید. این هم از آیه سوممون. بریم سراغ آیه چهارم و آیه آخر از این تمرینمون. ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. باز هم دوباره جمله عربی تبدیل شد به جمله فارسی با جای خالی مختلف. پروردگارا که همون ربناست، میتونم بگم پروردگار ما، میتونم بگم خدای ما. صبر، صبرن عطا کن، افرق، و که همین و، استوار کن، ثبت، و که باز دوباره همین و،
ما را نا در عنصرنا، بر مردم کافر میشه علل قامل کافرین. ببینیم چه چیزایی جای خالی مونده اینجا، یکی علیناس برای جای خالی اول، یکی اقدامناس برای جای خالی دوم، و یکی هم عنصر هست برای جای خالی سوم. پروردگارا علینا بر ما صبر عطا کن، و اقدامنا گامهای ما را قدمهای ما را استوار کن، و ما را بر مردم کافر عنصر یعنی پیروز گردان یا یاری کن، هر کدومش هم میتونه درست باشه. خب تمارینمون تموم شد و انوار القرآنمون هم تموم شد. یه بخش شما در پایان هر درس داریم به اسم البحث العلمی، نه جنبه سوالی براتون داره نه جنبه مثلا بخواد چیزی گفته بشه، فقط ما اینو به باب این که شما به هر حال بشناسید ببینید چی هستش داریم راجع بهش صحبت میکنیم. البحث العلمی پژوهشه و همونطور که توی درس قبلا براتون توضیح دادم، احتمالاً اگر معلمی باشه و این رو از شما بخواد و شما انجام بدهید، احتمالاً به نمره میان ترم شما و نمره مستمر شما تأثیر داره. با هم میخونیم، معنیش هم میکنیم که چی هست و چی نیستش، ولی به هر حال میدونیم که جنبه سوالی ندارن اینا، مگر اینکه مثلا آیه جمله چیزی وجود داشته باشه که جنبه ترجمه داشته باشه فقط. میگه پس ان آیه واحده فی القرآن الکریم و حدیث واحد فی نهج الفصاحه فیها عدد علی حسب ذوقک. میگه در واقع یک آیه در قرآن کریم و یک حدیث در نهج الفصاحه رو در واقع درشون عددی رو مشخص بکنید بر حسب سلیقتون. یعنی در واقع میگه این عددها رو در آیه های قرآن و احادیثی که در کتاب های میبینید چیکار کنید پیدا بکنید. و به هر حال این هم آیه قرآنی هستش که میتونه جنبه سوالی هم نسبتاً داشته باشه. فقر او ما تیسر من القرآن، بخوانید آنچه که از قرآن تیسر براتون آسان می شود. درس دوی ما در اینجا تمام میشه. یعنی ما درس دو رو در واقع راجبش کامل صحبت کردیم و خدمتون عرض شود که سه تا بخشش رو کامل انجام دادیم. شما کار تمام نشد، اینا رو که من گفتم بعد بری همه رو دونه دونه انجام بدی، دوباره بعد اینکه یاد گرفتی دوباره این کارا رو انجام بدی، نکات رو پیدا کنی، آنالیز بکنی، آنالیزی که ما البته تو تمرینات انجام دادیم. حالا اگر در متن درس و جای دیگه هم بودش، همین عددهایی که من بعدن درس دادم بعد چیکار کنی پیدا بکنی. بعد از اینکه این کارا رو کامل انجام دادی، درس دو عالی یاد گرفته شد، من اینجا هستم برای درس سوم به همین سبک و سیاق. موفق باشی، میبینمت، خدا نگهدار.